مهربان. سلام، حسین حجت علیزاده هستم. به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدین. امید که جور صحتمند و سر حال باشید. خب، قوانین ضرب طاقت ها را داریم. برای ضرب نمودن طاقت ها سه تا قانون مهم و کاربردی است. اول قانون یک ضرب طاقت هایی رو میگه هرگاه در طاقت در ضرب طاقت ها توان ها مساوی و قاعده ها مختلف باشند، پس در اون صورت ما و شما دوستای عزیز از توان های مساوی یک دانش میگیریم، قاعده ها رو با هم دیگر ضرب میکنیم. یعنی اینجا ما و شما اینجا نشته میکنیم. اگر داشته باشیم A برنامه N ضرب B برنامه N ضرب C برنامه N، این طاقت ها در حالت ضرب، چون علاوه ضرب این چون آمده توانهایشون برابره. ببینین قاعده ها مختلف. در این صورت از توانهای مساوی یک دانه رو میگیریم و قاعده ها رو با همدیگر ضربش میکنیم. A ضرب B ضرب C. خیلی ساده و آسانه. ببینین اینجا ما میخوایم یک نکته رو یادآور شم در قسمت رابط مساوات. در مساوات قانون وجود داره، زمانی که سمت چپ مساوی به سمت راست میشه، برعکس گم سمت راست مساوی به سمت چپ هست. خب اینالی وقتی اینی در کل یک دونه قوس توان داشته باشه، مفهومی شیه منظورم زیگاوی مساواده میگی. در کل اگر یک دونه قوس توان داشته باشه، اینمی توان مربوط تک تک از قاعده ها میشه. اینا این مربوط A B و C جداگانه شده میتونه. پس یعنی به این منظور که اینمی را ما میتونیم امزی رابطه پس دنزی رابطه بیرسیم. وقتی که از این رابطه دیر رابطه رسیدیم، میتونیم که این مزی رابطه خوب پس در این رابطه اولی برگردیم. خب این بوده این قسمت، متوجه نکته باشیم. حالا مثال داریم. اگر داشته باشیم مثلا 2/4 ضرب 3/4 ضرب 5/4، ببینین دوستا در این قسمت متوجه بشیم توان ها مساوی است، پس از توان های مساوی یک تایش میگیریم، قاعده ها رو با هم دیگر ضرب میکنیم. 2 ضرب 3 ضرب 5. خب اینا 2 ضرب 3 6 6 5 3 سی برنامه 4 شد. جواب از این سوال. خب مثال 2، اگر داشته باشه مثلا 0.3 متوالی کل برنامه 3 ضرب 2.5 کل به توان 3 ضرب 0.9 متوالی کل به توان 3 ضرب 0.1 کل به توان 3. ببینین دوستای عزیز، در این قسمت ما شما سوال که میبینیم توانهایشون با همدیگر مساوی است. اینالی برای حل کردنش فقط از توانهای مساوی یک تایش میگیریم، دیگر را قاعده ها را با همدیگر ضرب میکنیم. اینا همین کار میکنیم ما شما. خب از توانهای مساوی یک تایش گرفتیم، قاعده ها را در حالت ضرب قرار میدیم. 0.3 متوالی 0.3 متوالی ضرب 2.5 ضرب 0.9 متوالی ضرب 0.1 کل به توان 3. اینالی اینی کسرهای اشاریه، کسره را به کسر عام تبدیلش میکنیم. 0.3 متوالی که به کسر عام تبدیل کنیم میشه 1/3 ضرب 2.5 که تبدیل کنیم به کسر عام میشه خب 5/2، البته با اختصارش 5/2 میشه. ضرب 0.9 متوالی که با کسر عام تبدیل کنیم دوستای عزیز میشه 1، بعد از اختصار 1 میشه. دیگه شم میشه 1/10 کل به توان 3. در این قسمت آلی و شما صورت با صورت ضرب میکنیم، مخرج را با مخرج. خب در صورت اینجا فقط 1 دانه 5 داریم دیگه، کلشون 1 است. 5 ضرب 1 میشه 5 تقسیم بر 3 6 6 6 6 کل به توان 3. آلی اختصار میشه دیگه نه؟ آلی 1 5 5 1 5 5 2 5 10 12. خب نتیجه 1/12 کل به توان 3. این جواب از سوال در این قسمت. خب مثال 3 را داریم. اگر داشته باشیم 77/10 ضرب 11 خب ضرب 2/11 کل به نمای 10 ضرب خب 1/7 کل به نمای 10. یعنی سوال میگه حل کنیم. خب او برادر ببینیم در توان ها سعی کنیم توان ها با هم دیگر برابره. از توان های برابر یک تایش میگیریم، دی قاعده ها رو در هم دیگر ضربش میکنیم. 77 ضرب 2/11 ضرب
یکی بر هفت کل به توان ده. چیکار کردیم؟ از توانهای مساوی یکی رو گرفتیم، قاعده ها رو با هم دیگر ضرب کردیم. خب آله قابل اختصار است دیگه. یا اینجا یک هفت هفت یازده هفت با هفتاده هفت، این یازده قرنزی یازده خلاص میشه، قابل اختصاری دیگه مخرج نیست. آله تنها باقی من دو، در نتیجه دو به نمای ده، دو به نمای ده را میفهم قیمتش 1024 است. خب اینی بود در قسمت قانون اولی ضرب طاقت ها. آله بریم روی قانون بعدی. خب ببینین آله قانون شماره دوی ضرب طاقت ها را میخوانیم. شماره دو ده قانون شماره دوی تر میگه اگر در ضرب طاقت ها قاعده ها این دفعه مساوی باشه ولی توان ها مختلف. اینه ببینین دوست عزیز، هرگاه در ضرب طاقت ها قاعده ها مساوی و توان ها مختلف باشد، پس در اون صورت از قاعده های مساوی یک تا را میگیریم، توان ها را مستقیما با همدیگر جمع و تفریق میکنیم. این اگر ما شما در نظر بگیریم به شکل رابطه عمومی، A به نمای N ضرب A به نمای M ضرب B به ضرب A به نمای P ضرب A به نمای منفی K. ببین دوستای عزیز متوجه باشید، نه قسمت قاعده ها با همدیگر برابر هستند ولی توان ها مختلفه. در این جمع شما فقط و فقط از توان قاعده های مساوی یک تایشه میگیریم، دیگه توان ها را با هم دیگر جمع و تفریق. اینا از اینجا از قاعده های مساوی یک تایشه گرفتیم، توان ها را مستقیم جمع و تفریق. اوی که در حالت جمع است جمع میمونیم، اوی که علامش منفیه در حالت تفریق میمونیم. N جمع پی منفی که این توان ها را مستقیما جمع تفریق کردیم. قانونی با سواد بازم یادتون نره، زمانی که از این رابطه ما و شما در این رابطه سمت راست رسیدیم، پس یک زمان میتونیم که از رابطه سمت راست به رابطه سمت چپ برسیم. یعنی به این منظور که اینمی قاعده برای تک تکی از توان ها قاعده شده میتونه، این میتونه برای جداگانه، البته به شکل جداگانه میتونه قاعده کلی از این توان ها قرار بگیره. خب حالا ما شما مثال کار مونیم. مثال یک، اگر داشته باشیم مثلا دو به نمای 4 ضرب دو به نمای 6 ضرب دو به نمای 7 ضرب دو به نمای منفی 12. در این قسمت متوجه باشین دوستا، قاعده ها با هم دیگر برابر هستند، از قاعده های برابر یک توش میگیریم، توان ها رو مستقیما جمع میکنیم، جمع تفریق. 6 جمع 6 جمع 6 چی 4 جمع 6 10، 10 وقت عبده، عبده منفی 12. از این قسمت دو به نمای عبده از 5 باقی میمونه دیگه، نه دو به نمای 5. خب اگر دو به نمای 5 ما شما اختصار چی حالت تو از توان رفت شده شنو شتر کنیم میشه 32. اینا جواب سوال بوده 32. خب اگر داشته باشیم مثلا x به نمای y ضرب در x به نمای p ضرب در x به نمای d ضرب در x به نمای منفی p ضرب در x به نمای منفی k ضرب در x به نمای منفی مثلا داشته باشیم 3، در این قسمت متوجه باشید دوستان قاعده ها با هم دیگر کلشون برابر است، از قاعده های برابر یک تایشه میگیریم، توان ها رو مستقیما جمع و تفریق. این حال از قاعده برابر از x های مساوی یکیش میگیریم. متوجه باشین یعنی کلشون d p یا کلشون حرف است، مستقیما در حالت جمع و تفریق میمونیم دیگه. y جمع p مثبت d منفی p منفی k منفی c، قبول دیگه نه؟ آره منفی p با مثبت p خلاص میشه. نتیجه سوال است که x به نمای y باقی مانده، d باقی مانده، منفی k باقی مانده، منفی c. اینه دوستا این قسمت از این. خب آسانه دیگه نه؟ قاعده ها با همدیگر مساوی بود، از قاعده های مساوی یکی رو بگیریم، توان ها رو مستقیما جمع و تفریق بکنیم. حالا بریم روی مثال های بعدی کار مونیم. خب ببینین مثال داریم، اگر داشته باشیم مثلا 2x کل به نمای 10 ضرب 2x کل به نمای 11 ضرب 2x کل به نمای 12 ضرب 2x کل به نمای 26، از اینجا ما شما یه سوال میخواییم حلش کنیم. آسان است، قایده ها با هم مساوی است، از قایده های مساوی یک تایشه میگیریم، توانه ها رو مستقیم جمع تفرید، در جمع 11 رو میگیریم، در جمع 12. خب یه میشه 21، 21 خب
21 جمع 12 البته این منفی 26 هست. منفی 26. خب از اینجا این دو تا رو که با هم جمع کنیم میشه 33. 2x کل به نمای 33 منفی 26. از اینجا نتیجه 33 منفی 26 باید انجام شد تا بعدا نتیجه زیبا دیست بیایه. خب این میشه 2x کل به نمای 33. از 3 که ما 6 کم نمیتونیم میگیریم، از 13 ما شما 6 کم بکنیم 7 باقی میمونه، اینجا باقی مان 2 منفی 2 0. چون علامه از 33 و 33 از 26 بزرگ نه، علامهش مثبت، پس علامه از 36 گرفته شد مثبت، 2x کل به نمای مثبت 7 شد. خب مثال 4 متوجه از این نکته باشین. مثلا یک سوال برای ما شما میده که x به نمای x به نمای y جمع p منفی k مثبت c. میگه اینی رابطه مساوی به کدام یکی از گزینه های زلس. از این قسمت کانکور و در قسمت کانکور خود زیادتر نمیه، اما در قسمت سوالات خیلی برمیخورید برای حل مسائل طاقت. ببین ما شما یک نکته رو متوجه میشیم، زمانی که توانی یک قاعده در حالت جمع و تفریق باشه متوجه میشیم که حتماً و حتماً قاعده ها با هم دیگر مساوی بوده. این رابطه رو ما شما گفتیم پیشتر که گفتیم مساوا، از این رابطه در این رابطه رسیدیم، حالا میتونیم پس این رابطه خود این رابطه برسیم. یعنی اگر یک قوس بر کل توان داشته باشه، توان از او در حالت جمع و تفریق باشه، یعنی می قاعده تک تک از توان ها میشه، قاعده مربوطی تک تک از توان ها میشه. آره قاعده از x است، پس اینمی x مربوطی تک تک از توان ها شده میتونه. یعنی به حالت زد پس می نویسیم x به نمای y ضربی، یعنی این x مربوطی از p هم میشه، مربوط از منفی کم میشه، مربوط از c هم میشه و مربوط از y خود میشه دیگه. ضربی x به نمای p ضربی x به نمای منفی که ضربی x به نمای c. این ما شما این زیرا بتا پس در این رابطه اولی خود برگشتیم. مثال مثلا پنجم، اگر داشته باشیم که 2 به نمای x جمع y، آلی از این رابطه ما شما نتیجه میگیریم که اینیم قاعده مربوط تک تک از توان ها شده میتونه. خب از اینجا 2 به نمای x ضرب 2 به نمای y، متوجه باشین همیشه جمع و ضرب تبدیل میشه، توان ها در حالت جمع در اون قسمت که بره در ضرب تبدیل میشه. خب این بوده یک قسمت، حالا میریم روی قانون بعدی. خب ببینید دوستان عزیز، قانون ضرب طاقت ها حالت قانون شماره 3 شه. قانون شماره 3 تر برای شما میگه هرگاه قاعده ها و توان ها با هم دیگر مساوی نباشند، در اون صورت ما شما تک تکی از طاقت ها را از توان رفع میکنیم، بعدا با هم دیگر ضربش میکنیم. خب ببینیم در این قسمت قاعده ها با هم دیگر مساوی نیست، دیگر توان ها هم با هم دیگر مساوی نیست، مساوی نیست. پس نتیجه میگیریم از اینجا که برای از این کار ما شما تک تکی از توان ها را، تک تکی از قاعده ها را از هم رفع میکنیم، بعدا او را با هم دیگر ضربش میکنیم. خب رابطه عمومی اگر داشته باشیم، این A به نمای N ضرب B به نمای M ضرب C به نمای P، متوجه هستین اینجا دیگه نه قاعده ها با هم مساوی هستند، نه توان ها با هم دیگر مساوی هستند. خب نتیجه این میشه که ما شما هر یکی از این از توان رفع کنیم تک تک شانه، بعدا با هم دیگر ضرب میکنیم. خب مثال داریم، در مثال نشته میکنیم مثلا 2 به نمای 3 ضرب در 3 به نمای 2، متوجه دیگه نه؟ آلی اینی نه طاقت، نه قاعده ها برابره و نه توان ها با هم دیگر برابره. خیلی آسان، 2 به نمای 3 چند میشه؟ 8. ضرب 3 مربع میشه 9، 9 72، یعنی حاصل 72 شده. یعنی مثال 2 اگر داشته باشیم مثلا 2 به نمای 3 ضرب در 5 مربع ضرب در 1 برده کل به نمای 4، متوجه دیگه نه؟ قاعده ها با هم برابر نیستن، توان ها با هم برابر نیستن، پس نتیجه میگیریم که هر کدام شد از توان رفع میکنیم جداگانه، بعدا با هم ضربش. 2 به نمای 3 میشه 8 ضرب 5 مربع 25 ضرب. یعنی دوستای عزیز متوجه باشین در قسمت، زمانی که یک دونه کسر داخل قوس باشه و هم توان کلی داشته باشد، اینمی توان مربوط هم صورت میشه و هم مخرج میشه. باز در تقسیم میخوانیم انشالله. خب یکی به نمای 4 بلند برده شه میشه 1، 10 به نمای 4 که بلند برده شه میشه 10000.
یعنی دوستا متوجهی دیگه نه؟ خب در این قسمت ما شما عملی اختصار اجنا میتیم. اینجا اگر بالای دو اول اختصار کنیم 4 دو میشه 8، اینجا 5 دو 10 0 باقی مون، اینجا باز 2 2 4 باز قابل اختصار 25، اینجا 200 باقی مون نقدر. حالا باز اگر بالای دو اختصار کنیم دوستان عزیز 1 2 2 میشه، اینجا 1 2 2 2 2 4 5 2 10 0 خودش. خب از بالای دو خلاص شدیم، حالا سری 5 اختصارش میکنیم. اگر بالای 5 اختصار کنیم 5 5 25 2 5 10 میشه، 5 5 25 0 خودش باقی میمونه. خب در این قسمت باز بالای 5 1 5 5 خب 1 5 5 5 5 25 0 باقی. نتیجه ای شد که 1 بر 50. خب مثال بعدی اگر داشته باشیم که یک، خب ببینیم این مثال بعدی رو کار کنیم. این مثال برای ما شما رو میگه حل کن. ببینیم طاقت ها در اینجا نه قاعده هاش با هم برابر، نه توان هاش هیچ کدوم برابر نیست، پس چیکار کنیم؟ تک تک از یار از توان رفت کو خلاص، یک بر دو کل بنمای دو به ما که این توان هم مربوط صورت میشه و هم مربوط مخرج میشه. یکی بنمای دو بلند برده شد بشه یک، دو بنمای دو که بلند برده شد و چهار میشه ضربه، یعنی صفر اشاره سه اول کسر ساده کنید داخل پاس صفر اشاره سه متوالی رو که ما شما ببینیم اینه صفر اشاره سه متوالی رو که به کسر آن تبدیل کنیم میشه سه بر نو، آلی از این اختصار میشه یکی بر سه نتیجه شد. خب در جایز یکی بر سه میگذاریم، یکی بر سه کل بنمای سه. خب ضربه 27 خودش باشه، ضربه متوجه هست اینجا، یعنی جذر مربع 16 چند است؟ 4. خلاص از این قسمت دو سایز ما شما نتیجه میگیریم یکی بر خو یکی بر 4 خودش باشه، یعنی توان همه صورت از مفرد یک به توان 3 میشه خود یک، 3 به توان 3 میشه 27 ضرب 27 ضرب 4. از اینجا یک متوجه میشیم که یعنی دو عدد در مخرج دو صورت 27 با 27 خلاص، 4 با 4 خلاص، نتیجه حاصل شده عدد 1. این دو سایز این بود در قسمت قوانین ضرب طاقت ها. سه حالت داشتیم، قانون اول، قانون دوم، قانون سوم که هر سهش برای شما اینجا به شکل مفصل بیان شد. به نهایت سپاسگزار هستم از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودین. موفق و پیروز باشین.